سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه کاکتوس پلاس بالشگری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا. شما برنامه خودتان را تماشا می کنید و من مطمئن هستم که برنامه یک ساعته امروز مورد توجه شما قرار خواهد گرفت، به دلیلی که قرار است با فردی صحبت کنیم که امروز برای رسیدن به یک صلح با گروه طالبان در حال کار کردن هست. در حال کار کردن از سوی شورای عالی مقاومت برای نجات مردم افغانستان، شورایی که به قول او بخش کمیسیون نظامی هم داره، نظامیان فعالیت خود نمی کنند، اما کمیسیون صلح و مذاکره برای رسیدن به یک صلح با گروه طالبان در مذاکره است. خانم ها و آقایان، شما و الماس زاهد، وکیل پیشین پارلمان افغانستان. سلام و وقت بخیر وکیل صاحب، امیدوار هستم که خوب باشید. سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه کاکتوس پلاس بالشگری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا را پذیرفتید. تا امروز نزدیک به یک ساعت با شما به یک گفتگوی بسیار زیاد متفاوت بنشینیم، به دلیلی که شما جزء آن دست از معدود افرادی هستید که چند دهه تاریخ و سیاست و جنگ و درگیری در افغانستان را تجربه شده دارید و با خود دارید و مطمئناً در برنامه امروز گفتنی های بسیار زیاد فراوانی برای مردم و بینندگان کاکتوس پلاس با لشکری خواهید داشت. بفرمایید. تشکر جناب لشکری صاحب. سلام به حضور شما و کارکنان تلویزیون شما و تمام دوستان هر گوشه و کنار دنیا که هستند، بالخصوص به مردم مظلوم افغانستان که در حالت فقر و بیچارگی و مشکلات روبرو هستند. سلام از طریق تلویزیون شما برای همه ایشان تقدیم میگم. سپاسگزارم. بخیر باشید. آقای صاحب، من با برای حضور در برنامه امروز و گفتگو با شما رفتم و گشتم به دنبال گذشته سیاسی و کاری شما، خب از حضورتان در پارلمان افغانستان که دو دوره حضور داشتید، از مشاوریتتان در نظام جمهوریت که شما حضور داشتید، از رهبریتان در شورای شمالی بزرگ یا شورای بزرگ شمالی، هم تو یک نام داره که من امیل از خاطر ذهن ندارم، و حضورتان در جهاد و مقاومت و حضورتان در کنار رهبران و فرماندهان نامی حزب جمعیت افغانستان، نگاه های متفاوتی به زندگی سیاسی شما است. من میخوایم از شما در شروع بپرسم که من همین لحظه با چه کسی در حال مصاحبه کردن هستم؟ با آقای الماس زاهدی که وکیل پیشین پارلمان بوده، با آقای الماس زاهدی که رهبر شورای شمالی بوده و هست، با آقای الماس زاهدی که مشاور رئیس جمهور نظام جمهوریت افغانستان بوده، یا با آقای الماس زاهدی که در همین یکی دو هفته پیش در برنامه کاکتوس پلاس بالشگری یکی از مهمانان ما از او یاد کرد و گفت که خانه او، مهمانخانه او، محلی برای پناه دادن به انتحاریون و محلی برای نام ساختن شهر کابل افغانستان بوده. با کی در حال مصاحبه هستم؟ شما کی هستید؟ تشکر جناب لشکری صاحب از صحبت‌های همه جانبه شما و از توجه شما که از همه چیز معلومات گرفته. ما سر صحبت و برادر
زیاد صحبت نمی کنیم و همه میگیم که خودتان در مو وقت نتانستی که بگویی الماس و وام گفته نتانست، بالاخره آورده کسی دیگه که هر کسی بوده، بالاخره هر دویتان به توافق رسیده که الماس به خاطر از اینکه الماس نه وجود داره، نه ماس را کده، نه انتحاری را آورده، نه انتحاری را، و اگر او برادر حال یا ماضر باشه ما باز در یک محکمه که تزو گپ میزنیم. اینجا دیگه یک کرسان است، در دو باره ایت کتش توبت نمی کنیم. فقط اگر او برادر حاضر است که بگوی الماس، باز ما آماده هستیم که در یک محکمه حاضر شویم که اونجا سوال جواب باشه و قاضی باشه که او بالاخره تثبیت کنه که او راست گفته یا ما همو کس هستیم. یعنی شما میگید آقای الماس، شما میگید که آقای الماس زاهد، شما میگید که نجیب آزاد یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی نظام پیشین، نظام جمهوریت، که یک کتاب به نام خیانت نوشته و اتهام هایی را به مقامات بلند رتبه حکومتی و رهبران مجاهد وارد کرده، شما میگید که او شخص شما نیستید، او شخصی که آقای نجیب آزاد در برنامه گفت که خانه و مهمانخانهش تبدیل به مقری برای پناه دادن به انتحاریون شده بود، شما نیستید. مثلا از آقای لشکری بس نمی کنم، به خاطر از این بس نمی کنم که اول چیزایی را که گفت، ما خوش بمی هستم که جوان ها جستجو بکنن، حقیقت ها را باید پیدا بکنن به هر حالتی که باشه، مردم اختطافتی باشه، مردم انتحاری آورده باشه، رشوت گرفته باشه، از جوان ها خوش هستم که همین جستجو را بکنن. و اگر آقای آزاد آماده است که گفت که در خیرخانه، اول خانه ما در خیرخانه نبود و دوم گفت تلویزیون داره الماس، که ما تلویزیون ندارم، و دیگه سر او جره بست نمی کنیم، گفای خودش رد کرده. اگر این چیزا باشه باز جوان ها تو جلوشان گرفته میشه، زود ترکوب میشه، من در این باره دو گب نمیزنم. اگر آماده بود من دیگه آماده هستم. در این اونام مرا نگرفته، تنها او گفت که آجی آجی آجی، خودت گفتی که آمو آجی الماس دیگه. اگر حالی هم تو آماده هستی که آمو آجی الماس، من آمو آجی الماس من در یک محکمه گب نزنم، اینجا که محکمه نیست. بسیار. و سر مسائل دیگه که بله، شما باید الماس روبرو هستی که مجاهد بودم، در جمعیت اسلامی نبودم، در حزب اسلامی در مرحله اول 63 مربوط حزب اسلامی بودم، ولی تا سال 63 با کشمکش هایی که با آقای اکمدیار روبرو بودیم، ما مربوط به نام حزب اسلامی بودیم ولی نه که حزب اسلامی. ما یک مجاهد هستم، نه مربوط به آقای اکمدیار بودم در طول دوره جهاد، نه به آقای استاد ربانی، نه به کدام تنظیم دیگه، فقط مجاهد بودم. افتخار میکنم که مجاهد بودم، مجاهد هستم و ما ارتباط با مجاهدین دارم. ما مجاهد هستم، نه به مربوط کدام تنظیم و کدام گروه و کدام شخص. مجاهدین در دسته های مشخص وکیل صاحب در افغانستان جهاد کردند. مجاهدین در دسته های مشخص، در گروه های مشخص و در احزاب مشخص جهاد کردند. مجاهدین تحت قیادت آقای حکمتیار در حزب اسلامی، تحت قیادت آقای برهان الدین ربانی در حزب جمعیت، تحت قیادت آقای عبدالعلی مزاری در حزب وحدت، تحت قیادت آقای شیخ آصف محسنی در حزب حرکت و دیگر احزاب، دیگر احزابی که در افغانستان بود. شما تمام این احزاب را رد میکنید و میگید که یک مجاهد مستقل بی‌طرف که صرف به نام خدا جهاد میکرد و در راه خدا بود، شما کاملا مستقل و بی‌طرف بودید؟ بله صاحب، ما از سال 60 و بعد تا سال 60 مربوط حزب اسلامی بودیم، به نام حزب اسلامی بودیم. وقتی که سال 60 ما در پاکستان رفتیم، یک مشکلاتی که بین ما و حزب اسلامی ایجاد شد، ما بین ما و آقای اکمدیار که ما وقت سنم 20 ساله بود، بناهن از اون وقت که پس آمدم تا سال 63 کشمکش های بین ما بود و بعد از سال 63 عملا کل شمالی بالخصوص می فهمن که ما را حزب اسلامی اکمدیار به نام حزب خرد نامزد کرد، ولی حزب خرد هم وجود نداشت که
در آت حزب خرد کسی بوده، یک شاخه به نام حزب خرد که در اون محیط و منطقه جمعیت بود و حزب اسلامی بود. ما در اونجا جهاد میکردیم و افتخاری را داشتیم که در پیش ما حرکت بود، جمعیت بود و تمام تنظیم در سایه ما جهاد میکردن مستقلانه بسیار آزاد و ما یک ارتباطات خوب با تنظیما داشتیم که او تنظیما پیش ما می آمدن. اونجا منطقه ما بگرام بود که در بگرام ما خوب میتونستیم که علیه اروسا اونجا بجنگیم و اروسا علیه ما اونجا بسیار جنگا داشتن. سپاس ما مربوط کدام تنظیم نبودیم و به مو حساب شوخی امو وقت میگفتن که ما در تریمنگل هستیم، منطقه ما به حد امو تو با یک اصطلاح تنظیم و تنظیم بازی نبوده که منطقه ما را به نام تریمنگل یاد میکنن. وکیل صاحب شما گفتید 20 ساله بودید، عضو حزب اسلامی بودید، رهبرتان آقای حکمتیار بود، به پاکستان رفتید و بعد از اینکه از پاکستان برگشتید با توجه به نتیجه گیری شما از آقای حکمتیار از او جدا شدید. در پاکستان چه دیدید؟ در پاکستان چه دیدید وکیل صاحب؟ حالا که سال 60 تا حالا 60 70 80 40 سال 45 سال گذشته، 40 45 سال پیش شما از آقای حکمتیار و از مجاهدین و رهبران مجاهد در افغانستان که در پاکستان حضور داشتن چه دیدید که تصمیم گرفتید مستقل باشید و عضو هیچ حزبی نباشید؟ ما با تمام رهبرای احترام خاص داریم، ولی اونجا مشکلاتی که بین ما و آقای حکمتیار ایجاد شد که مرا وقت به نام بچی حاجی میشناختن، دیگه ما خودم سنم خرد بود ولی ما یک آدم نامدار بود، یک آدمی بود که دمو تنظیم شده بود و اونجا مشکلات بسیار کوچکی که یک کسی به نام زاهد نام داشت، زاهد طایب، یک آدم بسیار عالی رتبه بود که او وقت زمان به حساب آمر نظامی حزب اسلامی بود و یا معاون حکمتیار بود. بنابراین به او حساب ما، او از دوستای ما بود و دوست خانوادگی ما بود که هم از بگرام بود. او مشکل داشت باز با آقای حکمتیار، باز او از پیش آقای حکمتیار برآمد، رفت پیش استاد سیاف بزرگوار در اتحاد اسلامی. بنابراین ما به او خاطر باز دور ماندیم، نه با تنظیمای دیگه کار نکردیم و در محیط و منطقه ما جمعیت بود و حزب اسلامی. ما فضل خدا که حرکت از غربان میامد پیش ما، حرکتی ها بودن که پیش ما بودن، اموجا مرکزشان بود و جمعیتی ها یک اتحاد و وحدت و یک پارچگی بسیار خوب داشتیم که نگذاشتیم که در محیط و منطقه ما مسائل تنظیمی و چیزها ایجاد شد. بنابراین ما از آقای حکمتیار دور بودیم، ولی یک احترام متقابل با همه رهبرها داشتیم که رهبرها قابل قدر. من فکر میکنم که سوالات زیادی در بین پاسخ شما نهفته است، اما اینکه شما نمیخواهید به او تاریخ برگردید و اتفاقاتی که در پاکستان رخ داد به او اشاره کنید، مستقیما هم کاملا خود مختار هستید. اما چیزی که بسیار زیاد واضح است این است که منظورتان این نیست که آقای حکمتیار یک رهبر بسیار خوب، یک رهبر بسیار عادل، یک رهبر بسیار منصف بوده. آقای برهان الدین ربانی یک شخص بسیار خوب، یک شخص بسیار عادل، یک شخص بسیار منصف بوده، اما شما نخواستید جزء حزب جمعیت و حزب اسلامی باشید. به دلیلی که بسیار خوب بودن شما تصمیم گرفتید ازشان جدا شید. این چنین نبوده آقای صاحب. شما حتما چیزهایی از این افراد دیدید که دلیل جدا شدن شما از این احزاب شده و شما تصمیم گرفتید مستقل باشید. درست است؟ بله. و خوبیای داشتن که بین خود به نام حزب و جمعیت می جنگیدن، ما او را قبول نداشتیم. ما بنابراین حزب و جمعیت اموجه آزادانه و عادلانه جهاد خود کردیم. سر جزئیاتش اگه بریم روزها و وقتا را زیاد در بر می گیره جناب لشکری صاحب. هیچ نمیخواید به او اشاره کنید؟ به خاطر از اینکه او را کل مردم هم در جریان است و بین ما و حزب اسلامی درگیری های سخت هم در زمان سال 63 و 64 درگیری های مصالحانه هم رخ داده. بسیار خوب. آقای زاهد، شما از سال
1360 یاد کردید که 20 ساله بودید اما در جهاد حضور داشتید در قیادت آقای حکمتیار در حزب اسلامی. حالا که 40 سال از او زمان 45 سال از او زمان گذشته، من میخوام از شما بپرسم که چند ساله هستید و از چه زمانی عملا سلاح برداشتید و وارد عرصه جهاد و مقاومت و بعدها سیاست و حکومتداری شدید؟ آقای لشکری اگر پشتو مسائل برید کتابا و روزا را یک سات تو بساط ها باید بکشه که بتانیم به جزیات بریم. مختصر من صنف 11 مکتب بودم، با کدام تنظیم سر و کار نداشتم، ولی در مکتب یک کسی به نام گلافزل نام داشت، معلم ریاضی ما بود. او واقعیتش یک پرچمی بسیار سرسخت بود. مناسبات ما پیش از افتسور با او سر مسائل های بزی دیدیم که گپ می زد، مناسبات ما کمی خراب بود که ما از دین دفاع می کردیم و بزی دیدیم. وقتی که افتسور شد، او عملا بعد از افتسور چند وقت بعدش که سر ما میخواست که زندانی شیم فرار شدیم و بنا به فرار از او ما آماده و دونمو جهاد و رفتیم و دونمو گروه ها و دونمو تنظیم ها به جهاد خود آغاز کردیم و کار خود پیش بردیم. تا امروز همین لحظه ای که من با شما صحبت میکنم، شما در جهاد و مقاومت هستید بر علیه گروه طالبان یا نه؟ فکر میکنید جنگیدن راه مناسبی نیست دیگر برای افغانستان؟ جناب لشکری صاحب، ما در اون زمانم پیشتر یک اشاره رساندم که ما جهاد خود آغاز کردیم و وقتی که جهاد آغاز کردیم نگذاشتیم که بین محیط و منطقه ما مسائل های تنظیمی و ایگه پاشا، ما شورای خود ساختیم در اون وقت و زمان که حزب و جمعیت به یک شورای پروان و اول بگرام بود که آقای عامر صاحب شفق خدا مغفرتش کنه که یکی از عامرین کلان جمعیت بود، بین ما یک وحدت و برادری بود. بعدن باز ما شورای پروان بگرام ساختیم، از بگرام پروان ساختیم، از پروان شورای شمالی بزرگ ساختیم که تا امروز هم شورای شمالی بزرگ بجای خود است. و تا سال 71 که پیروزی مجاهدین شد، پیش از پیروزی مجاهدین هم وقتی که کودتای تنهی شد، بعد از کودتای تنهی این وحدت و یک پارچگی بین ما هم اضافه تر و خوبتر شد که ما تمام شمالی بزرگ یک وحدت و یک پارچگی بسیار خوبی را داشتیم که تا امروز را حفظ کردیم و داریم. البته شما گفتید که تا امروز هم شورای شمالی بزرگ پابرجا است. من فکر میکنم پابرجا نیست، یک کمی بیجای شد دیگه، یعنی جابجا نیست دیگه، بیجای شد. یک جای شورای شمالی بزرگ زمانی بسیار زیاد مزه‌دار است جناب وکیل صاحب که آدم از او قصه کنه که در امو شمالی شیشته باشه، نه ای که فرسنگ ها و کیلومترها از او شمالی دور باشه و ادعای این را داشته باشه که شورای شمالی بزرگ هنوز سر جایش است. لشکری صاحب میرید تو در جزیات، در جزیات ما آماده هستم، بسیار علاقه هم دارم که در جزیات بری، ولی وقتتان باز اوقدر نیست. شورای شمالی بزرگ که میگم پابرجاست، اگر من استم میفهمی که من تکلیف مریضی پیدا کردم در وقتی که طالبا آمدن ما اونجا بودیم، وقتی که طالبا در مقاومت گذشته بود ما هم اونجا جنگیدیم، استادگی کردیم و بعد از پیروزی که طالبا شکست هم خوردن، من قماندان قول اردو بودم که مسئولیت کابل، لوگر، میدانشار به دوش ما بود. ما اونجا مسئولیت داشتم و در اون زمانم نگذاشتم که بین مردم مسائل های کشمکش و اینو آن شد. این منظورتان وکیل صاحب سالهای 2000 و 2001 از دیگه، درست است؟ بله. بسیار خوب. من سوال من از 2021 بود، 20 سال بعد. 20 سال بعدش هم صاحب در این زمانم که آمدن من بودم صاحب، در کابل بودم و کوشش کردم که نگذاریم که مردم ما به جای شود، ملت ما به جای شود، بتانیم با طالبا یک وحدت و انسجام کلی را در سر تا سر افغانستان ایجاد کنیم که آلیان من رئیس کمیسیون صلح و مذاکره هستم، سر این مسائل بسیار زیاد تلاش دارم که اگر خدا بخواهد که ما افغانستان از طرف جنگ ببریم به طرف صلح. شما گفتید در 15 آگوست سال 2021 ورود
طالبان و کابل سال روزش است و خروج نظام جمهوریت به رهبری آقای محمد اشرف غنی هم سال روزش است. اتفاقا در کابل بودید و گفتید که تلاش بسیار زیاد کردید که از آواره شدن و مهاجرت مردم و درگیری و جنگ جلوگیری کنید، اما چه شد که کار به جنگ پنجشیر کشید؟ چه شد که کار به سفارایی نظامی کشید؟ چه شد که نزدیک به 2000 پنجشیری کشته شد؟ چه شد که از طرف طالبان افغانهای بسیار زیادی کشته شد؟ چه شد که ناموفق بودید در امر صلح و گفتگو؟ چرا کار به جنگ کشید وکیل صاحب؟ جناب لشکری صاحب، در اون زمان ما پیش از مسائل که طالبان داخل کابل شوند، ما نماینده خاص رئیس جمهور در بخش انسجام ملی بودم که ما دو نشست با طالبان در مکه معظمه و مدینه منوره داشتیم و جاهای دیگه داشتیم که میخواستیم که صلح افغانی بسازیم، مثل که انجینر صاحب حکمتیار ما بودم که مسائل صلح را بین او و حکومت وقت ایجاد کردم که آمد در کابل و در او وقت هم طالبا پیشنیادشان همین بود. ما در او وقت یک سفر کردم به مکه معظمه و مدینه منوره، البته به دستور دکتر صاحب اشرف غنی، و دکتر صاحب اشرف غنی با سفارت امریکا مشوره کردن که کلانای طالبا وقتی که سفر میکردن و اجازه سفر نداشتن، اجازه سفر برای از او گرفتن. ما دونش از امرایشان کردیم در مکه معظمه و مدینه منوره. در چه سالی وکیل صاحبی نشست مکه معظمه و مدینه منوره صورت گرفت؟ بعد از آمدن حکمتیار 2018، بعد از آمدن حکمتیار طالبا بر ما پیام رایی کردن که وقتی که تانیستی صلح خب تر تنظیم کنیم میشه که بین ما میکاره. چه کسی از گروه طالبان با شما در ارتباط بود وکیل صاحب؟ بعضی مسائل هست جناب لشکری صاحب که باید والی هم افشا نشه. البته از کسایی که در مجلس مذاکره آمدن در راست مجلس از اونا ترابی صاحب بود که ترابی آمد با یک عده با ترابی نشست کردیم و آجی سلیمان نام داشت، ترابی بود، سه نفر بودن از اعضای طالبا، از اعضای بلند رتبه طالبا اونجا نشست کردیم. بعد از اون وقتی که ما آمدیم گزارش به دکتر صاحب اشرف غنی دادیم، دکتر اشرف غنی که به سفارت امریکا داد، سفارت امریکا صلح از ما دزدید، خلیلزاد در راست صلح تعیین کرد، صلح از ما وقت گرفته شد. بسیار خوب. و این پایان حرکت شما برای صلح میان نظام جمهوریت و گروه طالبان بود و بعد پای آقای خلیلزاد وارد داستان شد، درست است؟ وقتی پای آقای خلیلزاد داخل شد و صلح رسمی آغاز شد، طالبان گفتشان همی بود که این صلح به جایی نمیرسه، شما کار بکنید ما یک صلح بین الافغانی بسازیم. ولی در اون مسائل ما بسیار پیش رفتیم، متاسفانه که در اون ناکام موندیم. بسیار خوب. آقای زاهد، شما گفتید به نمایندگی از نظام آقای غنی، نظام جمهوریت، و با لابیگری آقای غنی در سفارت امریکا برای اینکه به مقامات گروه طالبان ویزا صادر شود تا به عربستان سعودی بیان و در گفتگو شرکت کنند حضور داشتید. اما امروزی که ما با شما صحبت میکنم، نزدیکترین افراد آن روز آقای غنی به این عقیده هستند که در آن روزها آقای غنی مخالف بوده که با گروه طالبان وارد یک مذاکره نتیجه بخش شود. شما که مشاور آقای اشرف غنی بودید، چه برداشتی دارید؟ آیا واقعا آقای غنی به دنبال رسیدن به یک صلح با گروه طالبان با در نظر داشته حق طرف مقابل بود یا نه؟ نه، آقای اشرف غنی مشکلش دمی بود که میگو 5 ساله که مدارم باید تکمیل شد و اونا ایگه پر نمیپذیرفتن. ولی ما غیر سران طالب و بیایی به کسایی به فیصله رسیده بودیم که هم آلیان باید افشانه شد، اونا میخواستن که و تا حتی گپشانی بود که در فعل زمان
در بین ما کسی نیست که حکومت داری بکنه. اگر حکومت ما به قسم جنگ بگیریم ممکن که افغانستان به طرف خرابی بره. باید در این یک رای پیدا شود که ما صلح افغانی را پیش ببریم، ولی متاسفانه که در او ما به پیروزی به خاطر نرسیدیم که کسای دیگه بود که در اون میان نمیخواستن که حداقل در اونجا امی صلح حدیه به نفع جان نبود. یعنی شما میگید که در نمایندگان گروه طالبان در نشست با شما که نماینده نظام جمهوریت بودید در عربستان سعودی اقرار به این داشتن که توانایی حکومتداری و توانایی کشورداری را ندارن، درست است آقای زاهد؟ نه، در عربستان سعودی نبود، در مجلس های دیگه بود بعد از عربستان. ما بعد از عربستان هم کامل مجالس های داشتیم و آقای لشکری ما اشاره بمیست که ما فعلا هم تلاش داریم که باید اگر 200 سال دگان به جنگیم مجبور استیم بازم به صلح بریم، ولی پیش از ارچقه که به جنگیم باید رای صلح را بر افغانستان جستجو کنیم، پیدا کنیم که شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان طرحش هم نیست که در مرحله اول باید مسائل صلح پیش بگیریم که ما دوراست رئیس کمیسیون صلح مذاکره است. بله، شما من کاملا مطلع هستم، کاملا مطلع هستم که شما رئیس کمیسیون صلح و مذاکره با گروه طالبان هستید از سوی شورای مقاومت ملی برای نجات مردم افغانستان، و حالا هم شما تاکید میکنید که جنگ نمیتونه راه حل مناسبی برای آوردن صلح به افغانستان باشه. ما باز هم میخوایم سوال قبلی خود رو تکرار کنم و از شما یک پاسخ روشن میخوایم وکیل صاحب. چرا همین احساس و همین حس را در 15 اگست 2021 نداشتید، زمانی که همکیشان و همتبارانتان سودای مبارزه علیه گروه طالبان را در سر داشتند، در پنشیر خط انداختند و شروع کردند به جنگیدن و خیلی زود شکست خوردند، خیلی زود از افغانستان از پنشیر فرار کردند، اما جنگ را راه حل مناسب دیدند؟ چرا آن روز شما پادرمیانی نکردید برای اینکه جنگ صورت نگیرد؟ ما آیا در جریان نیست آقای لشکری که در اون زمان ما در پنجیر داخل شدم از طرف جبهه مقاومت به نام از اون طرف ما هیئت بودم و از طرف طالبا فعلا که وزیر خارجه است اینا آقای متقی و اینا بودن. ما یکی دو سه نشست بین خود کردیم که ما به یک فیصله نرسیدیم. چه بود آقای زاهد؟ جزئیات نشستتان با آقای متقی چه بود و چرا به نتیجه نرسیدید؟ در اون شب و روزها آقای متقی و گروه طالبان رهبرانشان ملا برادر، ذبیح‌الله مجاهد اولین پرس کانفرانسش در مرکز رسانه حکومت افغانستان بعد از وارد شدن به کابل به وضاحت کامل گفت که ما هیچ جنگی در هیچ نقطه افغانستان با هیچ شهروند افغانستان و با هیچ گروهی نداریم. ما یک حکومت هستیم که وارد کابل شدیم و میخواییم که با تمام طرفهای درگیر پس از این گفتگو کنیم، اما اگر در پنچیر قرار است که سربازی از گروه طالبان کشته شود، ما در برابر دشمنان حکومت طالبان میستیم و میجنگیم. جنگ را طرفداران و حامیان و همکیش و همتباران شما در پنچیر در برابر طالبان شروع کردن؟ بله آقای لشکری، یکی گفتن است یکی عمل. گفتن تا عمل تفاوت داره، ولی اتو نیست که در بین کسایی نباشه که در صلح نفشان نیست. و تو میفهمی که بسیار مردمی هست که فعلا هم در صلح منافع ندارن. وقتی که منافع نداشتن راهای جنگ پیشه میگیرن و قسم پیشه میگیرن که اصلا خود و دخیل نمی باشن، ولی آتش افروزی میکنن، اونا دگرا را ستیزه میکنن تا اینکه جنگ در بگیرن. ولی ما باید تا چه وقت انتظار باشیم که ما خود ما یک راهی را نسنجیم؟ اینی اتو نبوده که تنها در افغانستان جنگای داخلی بوده، شما میفهمید که در امریکا می جنگای داخلی بوده، در فرانسه هم بوده این جنگا، ولی کسایی پیدا شدن که این صلح را بالاخره به کرسی شاندن، ولی به سادگی نشد در کرسی نشش. ما از سال بالخصوص از سال 67 تلاش داریم
که صلح باید در افغانستان بیاد که وقت اروسا در افغانستان بودن ولی نو برآمدنشان شروع شده بود. ما تلاش امیر داشتیم که صلح بیاریم، صلح را در محیط و منطقه که بود ایجاد کرده بودیم، یعنی شمالی بزرگ. و حالی هم ما بعد از اون ما نه تنهایی که مسئولیت شورای شمالی بزرگ داشتیم، ما شورای لوی ننگه را ساختیم که کنر، لغمان، نورستان، جلال آباد، اونا 12 نفر عضو از طرف از اونا بود، 12 نفر از شمالی بزرگ بود. و لوی قندهار ساختیم که در راست شمالی لوی قندهار ملا سلام راکتی بود و در راست لوی ننگهار اکیل بود، فریدون مومن بود. که ما تصمیم داشتیم که ما مسائل تنظیمی و گروهی را به هر شکلی که میشه آهسته آهسته ببریمش به 7 زون افغانستان تقسیم بکنیم که شوراها ساخته شه که ما بتانیم منسجم بسازیم، بتانیم افغانستان از جنگای بعدی و بعدیام نجات بتیم، بریم به طرف صلح. تصمیم مردم باشه، تصمیم گیر ملت باشه، که وقتی که تصمیم گیر ملت و مردم شد خود به خود دست جنگ کوتاه میشه. ما این تلاش ها را کردیم آقای لشکری و ما در اون وقت وقتی که نماینده مشاور نبودم، وقتی من نماینده خاص رئیس جمهور در بخش انسجام ملی بودم، پیشنهاد من می بود شما میتونه که ویدیوهای مرا سیل کنه، که در اون وقت هم گفتم من مدت 6 ماه کار میکنم، اگر تانستم که یک وحدت و یک پارچگی را بین اقوام در افغانستان ایجاد کنم فبه ها، اگر نه که نتانستم استفا میدم. وکیل صاحب، شما اشاره کردید که در میان دو طرف نزاع همیشه کسانی هستند که منفعت خودشان را میبینن و منفعتشان گاهی در صلح نیست و به دنبال این هستند تا با جنگ افروزی ها فضا را طوری بسازن که بتانن استفاده کنند. مطمئنن منظور شما این نیست که تنها در میان گروه طالبان در 15 اگست 2021 کسانی بودند که علاقمند جنگ با پنجشیر بودند. منظور شما این است که در طرف پنجشیر هم کسانی بودند که منفعت خودشان را در صلح نمی‌دیدند و به دنبال جنگ افروزی بودند. درست است؟ بله درست است. در دو طرف کسانی بودند که می‌خواستن جنگ صلح نشه، جنگ در بگیره که در گیره. شما اتفاقا جز معدود افرادی هستید وکیل صاحب که مشخصا میتونید بگویید که چه کسانی، به دلیلی که شما جز کسانی بودید که در او تاریخ و در او روزها کار می‌کردید برای اینکه جنگ صورت نگیره، چه شد که پروژه شما ناکام شد؟ چه شد که شما نتانستید از جنگ جلوگیری کنید؟ چه کسانی و چه اتفاقی دقیقا افتاد که اولین فیر مرمی به سوی پنجشیر شلیک شد؟ جناب لشکری صاحب، اگر ما آلی دیگه بگویم ریسفید شدیم در خانه ششتیم، بازی واقعیت ها را میگم، از کسی نمیترسیم. ولی ما مجبور هستیم که کار میکنیم، تلاش میکنیم که باید صلح را بیاریم در افغانستان. تالی دست نکشیدیم. چرا نامید چه این لشکری صاحب؟ باید یک عده مردمی باشه که خود قربانی کنه که تا صلح را بیاره. اون مردمایی که در جنگ خود قربانی میکنه، از جانشان تیر میشه، از سرشان تیر میشه و همت دارن و کسایی که میخواهد صلح کنن و هم باید همت پیدا کنن که خود قربانی کنن، باید صلح را در افغانستان پیاده کنن. ما قربانی را میتیم که امین نامه نمیگیریم تا ای که بتانیم ما صلح را با انواع مختلف تلاش بکنیم بعد افغانستان صلح بسازیم و با صلح وادار بسازیم. امو کسایی که در جنگ ما را سلاح ها میدادن، استنگر میدادن، راکت ها میدادن و انواع مختلف فیلن و امو وقت زمان کمک میکنن، اگر آلی خردشه، چارکشه، اقتصاد نتن و امو کمک به صداقت بکنن در افغانستان صلح هم یه و طالبا اگر کمی به گذشتهشان فکر بکنن تو میدان از اوناست. باید و اگر میخواین که حکومت داری بکنن، حکومت بکنن که در بینشان مردمی هست که تلاش دارن که صلح شوه، باید به صلح تن بدن و آماده به صلح شوند تا که مردم و ملت و خودشان از این مصیبت برای دیر زمان خلاص شوند و نسلهای بعدی ما هم از این مشکل بیرون شوند.
اما من به شما حق میدم وکیل صاحب که شما نخواهید نام افرادی که در کنار احمد مسعود هستند و بودند و در اون شب و روزها نمیخواستند با طالبان صلح شوه و کاری کردند که جنگ صورت گرفت. اما من میخوایم یک بار دیگر از شما بپرسم که حداقل اگر نمیخواهید نام او افراد بگیرید بر ما بگویید و بر مردم بگویید، هرچند که مردم حق دارند نام او افراد را بدانند، مردمی که کشته شدند، مردمی که کشته دادند حق دارند چه در این دنیا چه در آن دنیا بفهمند که چه کسانی او جنگ را در 15 آگوست در برابر گروه طالبان از پنجشیر آغاز کرد و در داد. اما ما میخواهیم از شما بدانم که دقیقاً وکیل صاحب چه اتفاقی افتاد که طالبان تصمیم گرفت که به پنجشیر حمله کنه. آیا واقعا طالبان در کلام خود صداقت داشتند که اگر از پنجشیر به ما حمله نشه ما به پنجشیر حمله نخواهیم کرد؟ آیا اولین حمله از سوی پنجشیر بر علیه طالبان صورت گرفت یا نه؟ جناب لشکری صاحب، این حق مردم است و من در کتاب خاطراتم خود نوشته کردم روز این مردم فهمید که کی است، ولی حالا من حراس ندارم، ولی من حالا خودم داخل صلح هستم، قرارداد باید باشم، باید یک ادرازایی است که آدم در اون دنیاکت خود ببری تا ای که به مردم خود یک سهولت ایجاد بکنه، نه ای که بسیار بنده گپ ما کل گپ افشا بکنیم نتانیم کاری بکنیم. بله در بین طالبان کسایی بودن که سر رهبریشان فشار می آوردن که باید ما در پنجشیر به جنگ داخل شویم، ای که در دیگه ولایت ها در جنگ داخل شویم، در پنجشیر هم باید در جنگ داخل شویم. بله ای که پداشتن، ولی در بین از اونا هم کسایی بودن که میگفتن نه ما باید بجنگیم تا ای که ثابت کنیم بر دنیا که ما چطور هستیم. بله دو اردو جانب و او جانبش مره میشناشم، ما او اردو جانب هم میشناشم او اردو جانب مره، ولی نباید ما کار پایم از صلح بیرون کنم. تصمیمم از سال 67 به بعد صلح هست و تلاش میکنم که صلح را تا آخرین دم حیات خود تلاش بکنم که در افغانستان باید صلح را پیاده کنم. و ایره از بالخصوص از شما جوانا و از شما فرهنگیا و از شما مطبوعاتیا میخوام که دیرا خدا کمک بکنه، شما کمک بکنه به مو شکلی که واقعیت ها را شما میرسانه بر مردم، ایران برسانه بر مردم که ما را به او حدی که در جنگ کمک میکنن در صلح کمک نمیکنن. ما باید تلاش بکنیم که جوانای ما باید تلاش بکنن که ما صلح را پیاده کنیم، به باعثی که اگر ما 200 سال دگام بجنگیم بالاخره مجبور هستیم که صلح کنیم. من یک سوال دارم آقای صاحب، شما از شورای عالی مقاومت برای نجات مردم افغانستان نمایندگی میکنید در گفتگوی امروز و از شورای شمالی بزرگ قول خودتان، شمار زیادی از اعضای رهبری شورایتان که من همراهشان مصاحبه داشتم بقیه این عقیده بودن که طالب اهل گفتگو کردن نیست، با طالب گفتگو کردن نتیجه بخش نخواهد بود. من میخوایم از شما بپرسم همین امروز که شما صحبت میکنید چقدر به صلح با گروه طالبان نزدیک شدید، چقدر به صلح با گروه طالبان امیدوار هستید، چقدر به صلح کردن در میان افغانها نزدیک شدید؟ وکیل صاحب، جناب لشکری صاحب، واقعیت امری است که ما در درون طالبا هم بسیار مردمای نامدارش است که فعلا در ارتباط است که ما به صلح کلمه جنبان، ولی که با رهبریشان گفتن میتونن، حوکی کدن میتونن یا وقت میگرن یک جانب قضیه. و همین شکل شما میبینی که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان اما طرح اولش صلح هست، ولی وقتی که طرح اولش صلح هست از دوستون هم تلاش داریم، ما امیدوار هستیم ولی اینجا کمک میخواییم. ببخشید وکیل صاحب، همین جنگ بسیار ردش معلوم است، جنگ بسیار ساده تعریف میشه، میزنیم، این نهایت جنگ است. شورا جبهه آزادی میگه ما میجنگیم، برادر ما با طالبان صلح نمیشه، یاسین ضیا میگه، حسینی میگه طالبان رو باید کشت.
ما میجنگیم، میجنگن، اونا میزنن در کابل در دیگر ولایات و خبرش هم نشر میشه. جبهه مقاومت میگه که اگر صلح شود خوب است، اما تا صلح شدن ما میجنگیم، ما میدان نظامی را خالی نمیکنیم بر علیه طالبان. اما شما که میگید صلح، بیا یک تعریف مشخص داشته باشید. نزدیک به بیشتر از 2 سال میگذره از حکومت طالبان در کابل و شما میگید صلح. چقدر نزدیک شدید به صلح؟ چه کار عملی صورت گرفته؟ ملا هیبت الله را دیدید؟ ملا برادر را دیدید؟ با متقی دیدار کردید؟ با ملا حسن آخوند ارتباط گرفتید؟ اگر با ترابی و با امثال افراد مثل ترابی در گروه طالبان در حال گفتگو هستید، وکیل صاحب با احترام به شما، من فکر میکنم پروسه صلحتان بسیار طولانی خواهد بود. جناب لشکری صاحب، بله، جنگ به خاطر صلح است. جنگی که میگی که می جنگه و می جنگه، این جنگ به مخاطر صلح است. و ما در زمان مقاومت اول هم که می جنگیدیم به خاطر صلح هم می جنگیدیم که صلح را و جنگ تامین بسازن. نمیشه که یک راه را پیش بگیری. ما اینجا کمیته اجدگانه داریم، هر کی در مسائل وظیفه خود کار میکنه. من وکیل صاحب از کمیته شما میخوایم بپرسم، شما چقدر به صلح نزدیک شدید؟ شما چقدر به صلح با طالبان نزدیک؟ ببینید وکیل صاحب، من با پدرام مصاحبه کردم، میگه طالب باید کشت. با محقق مصاحبه کردم، میگه صلح دور است. با قانونی مصاحبه کردم، میگه ما صلح هم میخوایم اما طالبان صلح نمیکنه. با عطا محمد نور مصاحبه کردم، میگه ما صلح میخوایم اما طالبان صلح نمیکنه. وقتی همه میگن طالبان صلح نمیکنه، من میگم شما چقدر به صلح با گروه طالبان نزدیک شدید؟ مارشال دوستون میگه که طالبان صلح نمیکنه. شما چقدر به صلح با طالبان نزدیک شدید؟ من میگم همین لحظه همین تلفن رو بردارید و ملا حسن آخوند زنگ بزنید، همین تلفن تانو جواب میده. به همین ذبیح الله مجاهد زنگ بزنید، تلفن تانو جواب میده. حاضر است که کدام تاش بیاید در دوحه قطر بشینه با شما بگه که حاجی صاحب الماس زاهد سلام، خوش آمدید به نمایندگی از شورای عالی مقاومت برای نجات مردم افغانستان، با ما گفتگو کنید که من امرایتان صلح کنم. حاضر هست کسی با شما گفتگو کنه یا نه؟ شما در میان خودتان میگید که ما بسیار نزدیک شدیم به صلح. ما کی گفتیم نزدیک شدیم؟ جناب لشکری صاحب، تو نگو مثل که او گفت که امواجی گفتی الماس، تو نگو که تو نگو که نزدیک شدیم. ما کی گفتیم نزدیک شدیم؟ کار عملیتان رو بر من قصه کنید وکیل صاحب. چقدر امیدوار هستید؟ چی کردید؟ تو که سوال کردی منتظر جوابت باش، نگو که نزدیک شدی. سکوت، من از طرف من سکوت، از طرف من سکوت. من مسئولیت صلح را دارم، من مسئولیت تلاش دارم تا آخرین رمقم امی وظیفه برم داده شده که من باید تلاش بکنم. ای که در کجا میرسم، تا کجا میرسم، ای که کی به صدای ملبیک میگه، کی نمیگه، ولی من مسئولیت خود دارم. وکیل صاحب، نه، من سوال خود درست مطرح نکردم. ببخشید وکیل صاحب، من سوال خود درست نپرسیدم. من میخوام به دلیلی که بحث زود به نتیجه برسه، یک ساعت ما هدر نره، سوال خود دوباره تکرار کنم. من میگم اگر جبهه آزادی میگه ما میجنگیم، برتون آمار میده، میگه ما 100 نفر طالب را به طور مثال کشتیم، 500 نفر را زخمی کردیم، 10 نفر را اسیر گرفتیم، 10 تا دیگه اش هم گم شده از پیش ما. اما شمایی که میگید ما مسئولیت ما صلح است، ما میخوایم برام در روی کاغذ بگویید که با اینی گفتگو کردم، اینی قبول کرده، اینیش نکرده، اینی در حال صحبت کردن هست. بفرمایید کار عملیتون رو قصه کنید. جناب لشکری صاحب، من قماندان قول اردو بودم، وظیفه‌م جنگ بود، با طالبا جنگیدم، رساندم در جایی که بود، او وظیفه‌م بود. ولی آل وظیفه ما صلح هست. ما آمدیم در صلح. وقتی که ما در صلح آمدیم، من نمیگم که با اوکی کرده یا نمیکنه. او آدمی که جنگ میکنه وظیفه ایش هست، با کشتن خلاص کرده نمیتونه. او وظیفه خود انجام میده، ما وظیفه خود انجام میدم. ما بالخصوص از جامعه جهانی که میگه صلح، دنیا میگه صلح، و ما رئیس کمیسیون صلح هستم، ما میگم صلح. ای که من تا کجا میرسم، ای که تا کجا میتونم برسم، من تلاش خودم میکنم. و من از طریق تلویزیون شما، جامعه جهانی، بالخصوص از عربستان سعودی، بالخصوص از همتاهای ما، تقاضا میکنم که صلح را کمک کنن. تقاضا میکنم به مو شکلی که برای وقتی که برای طالبا
در دوحه مرکز دادن به حساب صلح، مرکز صلح باید ایجاد شود. اگر واقعیت میخوان که صلح شود، مرکز صلح به مخالفین طالبان هم داده شود. وقتی که مرکز صلح داده شد، اگر دنیا واقعیت میگفت، خود به خود صلح میآید. اگر نه، جنگ ادامه داره. خب کسی پیشروش نگرفته. جنگ خب ما نگفتیم که نه شما جنگ نکنید، ما صلح میکنیم. ما صلح میکنیم. ما وظیفه ایجاد ما هم جناب لشکری صاحب کماندان قول اردو بودم، جنگ کردیم. ما از جنگ 8 بار زخمی شدیم. ما جنگ حراس ندارم، ولی وظیفه ما فعلا صلح است. اگر من داخل جنگ شدم، باز ما برات میگم اگر وظیفه ما را گرفتن از کمیسیون بردن در کمیسیون نظامی، باز او وقت از ما جنگ پرسان کن. آل هر چی یاد داری از صلح پرسان کن، ما سرفتار صلح تلاش میکنم. من میخوام سر صلح بیاید که دیگه از جنگ قصه نکنیم وکیل صاحب، بس است. از صلح قصه کنیم. از صلح قصه کنیم. همین دستاوردتان چی است؟ دستاورد ما در مرحله اول هم گفتم که ما در داخل هم ارتباطات بسیار خوبی داریم و در بیرون هم با مردم ها ارتباطات خوبی داریم و با ملل متحد هم مکتوبی را فرستادیم. دیگه ما تلاش خود نهایی میکنیم، تلاش داریم که بالخصوص با همسایه های ما، البته همسایه ما که میگم همسایه های افغانستان، سری بزنیم، صحبت های داشته باشیم تا ای که صلح را یاری کنن و کمک بکنن تا ای که ما بتانیم زمینه را مساعد بزنیم. بسیار خوب وکیل صاحب. ملل متحد منظورتان سازمان ملل است. من قبول دارم که یکی از راه های رسیدن به یک اجماع بین المللی برای فشار آوردن بر روی طالبان، برای حاضر شدن طالبان به پای میز مذاکره، سازمان ملل است. بسیار دروازه خوب را تک تک کردید. کشورهای همسایه افغانستان بسیار تاثیرگذار خواهند بود برای اینکه به طالبان بگویند که با شما مذاکره کنند. مگر من طرف جنگتان ملا ایبت الله است. طرف جنگتان ملا یعقوب است، فرزند ملا محمد عمر. طرف جنگتان سراج الدین حقانی است، فرزند حقانی. اینا رو من میخوایم از شما بپرسم که دمی طرف های جنگتان روبرو شدید در صلح، گفتگو کردید، حاضر شدن با شما گفتگو کنن یا نه؟ وکیل صاحب بسیار کوتاه مختصر خلاصه. بسیار کوتاه مختصر که طرف جنگ ما معلوم است که با ایشان می جنگن، ولی کسایی که وا اونا فعلا تعیین کردین تالی در میدان حاضر نشدیم. بله اونا هم گروپ هایی را که این کردین، یک گروپی را که به حساب دعوت مقرر کرده بودن، اونا کار خود کردن به حساب دعوت که مردم بره بیعت بکنه. یک تلاش دیگه دارن که باید یک کمیسیون صلح هم ایجاد کنن بین. بسیار خوب. پس شما به این عقیده هستید که گروه طالبان، رهبری گروه طالبان در درون حکومت کابل خود به دنبال ایجاد یک کمیسیون برای رسیدن به یک صلح با دیگر طرفان درگیر در افغانستان هستند، درست است؟ بله. بسیار خوب. پس تا ایجاد او کمیسیون، وکیل صاحب من میگم به خاطر که شما بیکار نمونید، خدای نکرده برید جنگ کنید. ببخشید جناب لشکری صاحب، ما جنگ ما را کرده، مال نوبت جنگ شما جوان هاست که برید جنگ کنید. لشکری صاحب ما ریزم بیت دیدم همین جوان ها میگه که ما را نوبت بده. ما سب مرد جنگ نیستیم. ما به مرد جنگ نیستیم. ما ساعت 8 بجه شب خواه میشیم، ساعت 5 بجه صبح میخزیم، ورزشک خودم میکنیم، مسکگک و مرباگک خودم میخوریم، مکتبک خودم میریم، 12 بجه پس خانه میاییم، شاورک خودم میگیریم، خواه چاشتانه خودم میکنیم، بعد از اون میشینیم، اما تکالیف خانه خود انجام میدیم. ما که مرد جنگ هستیم. ما یک مستبد هم یه میگه برو جنگ کن. نه من گفتم به دلیلی که کار زودتر نتیجه بده. هر چی که هست ما شما یک تعمیر که میسازیم، نجار علایده کار داره، گلکار علایده کار داره، رنگمال علایده کار داره، شیششان علایده کار داره. جنگ یا حکومتداری عین شکل است. وزارت جنگ فرموده خودت که معلوم است، ولی وزارت حج و اوقاف هم معلوم از اونجا، وزارت اطلاعات و فرهنگ هم معلوم از اونجا. عین شکل دینیجه ای که شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، اینجا هم هر کی وظیفهش مشخص شده جناب لشکری صاحب بزرگوار. تا
تا او وقتی که گفتی او زمینه مساعد شود، امی تلاشا بوده که ملل متحد دنیا آماده شده که ما صلح همه کنیم. ای که تا کجا میرسن، ما باید ای تلاشای خود بکنیم، ما باید نامید نشیم، کل اوش و فکر ما را سر جنگ نگیریم. بسیار خب، شما به نمایندگی از شورای عالی مقاومت برای نجات مردم افغانستان صحبت میکنید یا جبهه مقاومت هم جز همین شورایی است که شما در حال پیشبرد امورات صلح هستید؟ جناب لشکری صاحب، شورای مقاومت جز امی شورای مقاومت برای نجات افغانستان است، برای یکی از اعضای امی جبهه. بسیار خب، وکیل صاحب، کابل، بیاید یک نگاهی به کابل بیاندازیم. در این شب و روزها در زیر کابل نیستم لشکری صاحب. بله، من وکیل کابل نیستم. نه کابل منظور من، کابل منظور من پایتخت افغانستان، منظور من کل افغانستان است. بیاید یک نگاهی به افغانستان بیاندازیم، افغانستانی که در این شب و روزها تحت حاکمیت گروه طالبان است. زنان و دختران به دلیل بی حجاب بودن از خیابان توسط نظامیان گروه طالبان دستگیر میشن و زندان انداخته میشن. مردم در فقر و تنگ دستی زندگی میکنن، کار کم شده، خانه ها سرد شده در این فصل زمستان، زنان حق کار کردن را ندارند، مردان با محدودیت های اجتماعی روبرو هستند. دموکراسی کاملا بعد از سال 2021 و آمدن گروه طالبان در افغانستان پایمال شده. با تمام این اتفاقات من میخوام بدانم که شما مدیریت بیشتر از 2 سال گروه طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید گروه طالبان به رهبری ملا هیبت الله به همین شکل دوام چندانی خواهند داشت یا خیر؟ جناب لشکری صاحب بزرگوار، و یک دوره ای تجربه را دارن، که با همی حالتی که روبرو شدن شکست خوردن. و حالا ما که میگم تو در میدان ازواز، این افتخار را با خود باید تمایی بکنن که در صلح داخل شوند. و ما که تلاش ما، اگر او کسایی که میجنگ، اگر ما تلاش میکنیم که باید صلح بیا، ما تلاش نمیکنیم که صلح بیا ما وزیر شویم و وکیل شویم. ما تلاش میکنیم که یک حکومت در افغانستان ساخته شود که مردم از این مشکلاتی که روبرو است، از رفتن مکتب، از رفتن ادارات خانما و از این مشکلاتی که روبرو هستیم، یک قانون اساسی ایجاد شد تا که مردم در چوکات قانون خود برابر بکنن تا که حکومت ساخته شود. اگر یک آدمی که تلاش میکنه که من حکومت بگیرم، حکومت به معنای چیز گرفتنش، میگه قدرت، تلاش به خاطر قدرت، قدرت به خاطر ثروت، ثروت به خاطر خدمت. اگر قدرت بگیری و ثروت بگیری فقط وقتی که خدمت نکنی، بخوای نخوای روز میمیری، بخوای نخوای روز شکست میخوری، بخوای نخوای روز حکومتت نابود میشه. این بدنامی تاریخی به مو کسایی میمونه که امی کارا را ایجاد میکنن. یا تو که میگم در میدان طالبا هست، طالبا باید به حال بیان، سر خود بیان، باید اگر میخوان که معذر خدمت برای جامعه و برای ملت شوند، کسایی که هستن اینجا از یا وزارت نمیخوان، یا ما حکومت میخواییم از اونها، فقط وا حکومت بسازن، فقط وا حکومت داری را زمینش هم ساید بسازن، تا ای که جامعه جهانی، دنیا، همسایه ها و ملت مظلوم بیچاره افغانستان که 20 میلیون نفوس خانما هستن از مشکلات ها خلاص شوند. وکیل صاحب، شما تاکیدتان بر این بود که قدرتمندان در صورت که قصد خدمت به مردم را داشته باشند بقا خواهند داشت، بدون شک این چنین خواهد بود. اما یک بحثی که مردم افغانستان در این شب و روزها به او اشاره میکنند، من مطمئن هستم شما هم میپذیرید، او ایست که با آمدن گروه طالبان پاتک های زورمند و زوردار در افغانستان گلیمشان به قول معروف جمع شده. این را شما میپذیرید یا نه؟
زورگویانی که در شهر کابل ساعتها راه را می‌بستند، زورگویانی که در شهر کابل هر آن کاری که می‌خواستند می‌کردند، زورگویانی که در ولایات افغانستان با وصل بودن به مقامات دولتی و حکومتی برای خود داشتند و قلدری می‌کردند، با آمدن گروه طالبان این وضعیت از افغانستان جمع شده و مردم از این بابت به نظر بیشتر راضی هستند. شما قبول دارید وکیل صاحب این را؟ جناب لشکری صاحب، دو مسائل که دائم در مطبوعات می باشه، یکی مسائل زورمندان، حالی هم مسائل زورمندان در بین خود از واش شما ببینه که به چی حالت است. شما ببینه که در هر اداره چقدر مشکلات ایجاد است. ولی این مردمایی که آمدن برآمدن ای پاتکا را که دور کردن، این پاتکا با چی باعث مانده شده بود؟ سپرا با چی باعث مانده شده بود؟ سپرا با باعث یک مانده شده بود کالو گپ نیست. حالی هم اگر انتحاری و انفجاری باز شروع شد، باز مجبور است که همه خود از وا مجبور هستن که پیش روی خانه خود سپر بالا بکنن. ولی واقعیتش خب مشکل فعلا نیست. اگر مشکل چهار روز دیگه اوت بگیره، باز میبینی که باز همون پاتک میباشه و همون رابندی میباشه و همون مشکل میباشه. در هر حکومت ما نمیگیم که مشکل خود نمیداشته باشه. مشکلات بود، مشکلات هست، هم در او زمان و هم در این زمان. ولی ما در او زمان هم شما باید خب دقیق بیاد داشته باشه که هر حکومت که معذر خدمت بر جامعه و مردم نشه، ملت راضی نشه و او مشکل خود می داشته باشه. بله بله، مشکلات در او زمان هم بود و فعلا هم مشکلات هست جناب لشکری صاحب. بسیار خب، سپاسگزار وکیل صاحب. من یک سوال دیگه به عنوان ختم برنامه با شما میپرسم و بعد از ازتان خداحافظی میکنم. در این شب و روزها در میان مخالفین گروه طالبان و سیاستمداران و اتفاقا از همین همصنفی های شما در شورای عالی مقاومت برای نجات مردم افغانستان هم حرفای زیادی به میان هست از اینکه نظام آینده در صورتی که به انتخاب آنان باشه یک نظام فدرالی خواهد بود. شما هم موافق یک نظام فدرالی برای آینده افغانستان هستید وکیل صاحب؟ جناب لشکری صاحب، باید یک در واقعیت ها را باید آدم بگویه. این اونمو تو که چپی ها در او وقت خواستن که برن حزبی بسازن به نام خلقی و پرچم و راستگرا رفتن در مقابلشان ساختن. تصمیمگیر باید ملت باشه، تصمیمگیر نه ای که فرد باشه. خواست ما است، ولی آیا خواست ملت به خواست ما است یا نی؟ ما روزی که رفتیم در کابل جا و جا شدیم، ریفرندوم شوه، لوی جرگه ساخته شوه، با مردم مجلس شوه، مردم باید تصمیم بگیره که آیا کدام نوع حکومت میخواهن و کدام نوع حکومت باید ساخته شوه تا اینکه مردم بره به طرف سهولت. تا که اختیار به دست مردم ندیم، ما خود ما که تصمیم گیر باشیم، امو گفت که پیشتر گفتی که زورگوی آیی او یه امو تو میشه. نه، ما باید برای مردم مراجعه کنیم، به انتخابات مراجعه بکنیم. اگر مسائل حکومت فدرالی میخواییم، اگر حکومت غیر فدرالی میخواییم، اگر شاهی میخواییم، اگر جمهوری میخواییم، اگر امارات میخواین، هر چی که میخواین، پارلمانی میخواین، باید از طریق مردم بخواییم. ولی خواست ما را ما باید داشته باشیم. خواست هر کی خواست خودش است. ما خواست کسی را باید رد نکنیم. یک راه از فدرالی خود در کل دنیا است. یک چیزی نیست که نوی جا آمده باشد. اونو کسی که خواست فدرالی داره اونمو خواستش است. اونمو خواست بدید از اون ما ارزش قائل شیم. ولی سر دید خود هم باید تلاش بکنیم. خواست ما گفت مایی است که حکومت تکفردی به جای نمیرسه. باید یک حکومت ملت مردم افغانستان بسازه. پس شما به این فکر هستید که هر نظامی که قرار است نظام آینده افغانستان باشه، نظام مردمی باشه و به انتخاب مردم افغانستان باشه. و فکر میکنید با این و فکر میکنید با این طرحتان و با این عقیده شما به نظام آینده افغانستان، ملا هیبت الله و تیمش قبول خواهد کرد که شما نظام آینده افغانستان با حضور ملا هیبت الله به اختیار مردم افغانستان قرار بدید وکیل صاحب؟ تا
وقتی که ملا هیبت الله آماده نشه به انتخابات، آماده نشه برای مردم، آماده نشه به مجلس، فکرت باشه که نمیتونه که حکومت بکنه. هیچ کسی هم که نره، هیچ کسی هم که نجنگه، حکومت کردن نمیتونه. بالای کی حکومت میکنه؟ شما ببینیم که مردم چقدر چهار مشکل است. آیا ملا هیبت الله چرا نمیه که موجستا چه بگویه که اینی خواستم از اینی، ولی مشکل داره که نمیه. و مشکل تنها از طرف افغان ها نیست، از طرف جامعه جهانی و دنیا هم است. به هیچ گوشت همی که میگن دنیا آل یک قبیله شده، دنیا یک قبیله شده، من منفیت و ضرر بر همگی فرایت میکنه. میگه چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. یک اسی بدن آدم که درد بکنه، فکرت باشه که اگر پای درد بکنه سرت هم درد میکنه کده. آلی دنیا یک دکده شده، ما باید به خواست دنیا، جامعه جهانی باید خدا راستا و برابر بسازیم، با دنیا همگام بریم، با دنیا همزو بریم و خواستای دنیا را بپذیریم، خواستای ما را سر دنیا بقبولانیم. اگر خواست ما معقولیت خدا داره سر دنیا بقبولانیم، اگر خواستای مشروع دنیا را باید ما بپذیریم. ما از دنیا باید تنها زندگی کنیم. بسیار عالی، سپاسگزار از شما. جناب آقای الماس زاهد، وکیل پیشین پارلمان افغانستان، رئیس شورای شمالی بزرگ در حال حاضر و رئیس کمیسیون صلح و مذاکره از سوی شورای عالی مقاومت برای نجات مردم افغانستان در حال حاضر، سپاسگزار. تشکر جناب لشکری صاحب. سپاسگزار. تشکر. تشکر. با من خدا. تشکر از شما دوستان عزیز تا اینجا با ما همراه بودید. بیننده های برنامه کاکتوس پلاس با لشکری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا. آقای الماس زاهد بود، رئیس کمیسیون صلح و مذاکره شورای عالی مقاومت برای نجات مردم افغانستان، که درباره فعالیت های کمیسیون خود برای رسیدن به صلح با گروه طالبان قصه کردند که دستاوردهای جنگشان بیشتر از دستاوردهای صلحشان است. بسیار خب، با من خدا، تا دیداری دیگه، خدا نگهدار.